عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این موقعیت رو به دست آوردم تا در قالب برنامه اینفوگرام و از کانال بهرادکیان در خدمت شما عزیزان باشم ضمن که باید تشکر بکنم از لایک های شما و انرژی مثبتی که بابت هر برنامه ارسال میکنید همچنین دونیت های دوستان عزیزی که به به میرسه و کمال تشکر رو ازتون دارم ببینید هر لایک شما نسبت به هر برنامه میتونه باعث بشه که در الگوریتم یوتیوب به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه و از این منظر به من و کانالم کمک میکنه که بینندگان و مخاطبین بیشتری رو در جمع خودمون داشته باشیم اما موضوع اصلی برنامه که امروز میخوام بهش بپردازم برمیگرده به جریان فکری که در رسانه های داخل کشور باش مواجه هستیم قطع به یقین شما نام آقای شهبازی یکی از برنامه ساس یا به تعبیری تناس های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو شنیدید و چالش ها و هواشی هم که پیرامون نام او و برنامه هاش به وجود اومده رو حتما ازش اطلاع دارید دیگه معروف ترینش همون ماجرای خداحافظی ایشون پس از شنیدن نام محمد رضا گلزار و رضا رشیدپور بود که قرار بود اینها بیان در تلویزیون ایران مشغول به فعالیت بشن برنامه بسازن مسابقه اجرا رو بکنن که ایشون ناس کردن خانه نشین شدن و رئیس سازمان صدا و سیما هم حضور آقای شهبازی رو غنیمت شمرد و گفتش که ما هرگز حاضر نیستیم شما رو از دست بدیم چهار تا نیروی نخبه تر بیان و در تلویزیون برنامه سازی بکنه. حالا البته منظورم این نیست که مثلا فردی مثل محمد رضا گلزار یک چهره نخبه رسانه است ولی به هر حال افرادی که صاحب مقبولیت، مشروعیت و محبوبیت بین جامعه هستند معمولا از نگاه مدیران سازمان صدا و سیما ترد میشن اما من امروز نمیخوام از این جهت به صحبت های اخیر و جدید شهبازی اشاره بکنم که برای او یک شهرتی رو یا شهرت مضاعفی رو رقم بزنم اولا که اگر مطمئن باشید صحبت های من در نقد آقای شهبازی در مسیری هست که اگر هم بنا باشه برایشون شهرت مضاعفی رو ایجاد بکنی شهرت شهرت منفی است بنابراین جای نگرانی برای عزیزان من نیست که میگن بعضا صحبت میشه و در کامنت ها به من اعلام میکنن که راجع به این حرف نزنید اینا معروف میشن فلان و بهمان نه شهرت منفی اتفاقا میتونه منجر به آگاهی رسانی و آگاهی بخشی به جامعه باشه که فریب هر فردی رو در قالب یک شومن رسانه‌ای نخوره. آقای شهبازی به مناسبت حمله نیروهای حماس به اسرائیل یک توییتی رو منتشر کردن که به نظر من این توییت نه تنها غیر اخلاقی بلکه ضد اخلاق و حتی ضد انسان هست ایشون گفتن که یعنی ضمن تبریک و تمجید از اقدامات حماس و حمله که صورت گرفته از عبارت سگکشی برای مردم اسرائیل که به حال تحت حملات نیروهای فلسطینی قرار گرفتن ایشون استفاده کرد من سوال دارم از آقای شهبازی مگر کشتن سگ اقدام خوبیه ما کاری اصلا به این عنوان و این تیکتی که شما دادید نداریم اینکه به هر خیلی ضد انسانی و ضد اخلاقی هست این برچسبی که شما زدید به هر حال مردمی که در اسرائیل زندگی میکنن هم انسان هستند و به واسطه انسان بودنشون باید از همه مواهب طبیعی و بشری و قانونی استفاده بکنن و اینکه شما تصور بکنید کسی که مخالفتونه یا گرایش دیگری داره باید حیوان خطابش بکنید و برای کشتار اونها از عبارت سگکشی استفاده بکنید من میخوام بگم که اوکی اصلا ما فرض میگیریم که اونها به میزانی از بداخلاقی و غیر انسان بودن رو آوردن که شما از یک تعبیر غیر انسان و ضد انسانی استفاده میکنید براشون ولی آیا س... کشتن سگ پدیده خوبی است پدیده جذابی است از نگاه شما اگر کشتن سگ رو شما اتفاق درستی قلمداد میکنید پس همه اون های ولگردی که طبق طبق میریختنشون توی پشت نیسان های شهرداری و میبردن به بدترین شکل سلاخیشون میکردن یا اون سک که تناب دور گردنشون میپیچیدن عقب یک ماشین اینها رو میکشونن خرکش خرکش توی خیابون ها و جادات و شکنجهشون بکنن پس این اتفاقات هم از نگاه شما اتفاق, اتفاق و حوادث پسندیده قلمداد میشه شما دارید از چی دفاع میکنید دقیقا از کشتار انسان ها از وقوع جنگ از بحران های جدید اقتصادی و معیشتی که مردم رو گرفتار کرده همین دو سه روز اخیر باعث شده که قیمت دلار نزدیک به چهار هزار تومن در ایران افزایش پیدا بکنه افزایش قیمت دلار چه برکت و خیریتی رو برای جامعه ما در ایران به ارمقا میاره که شما انقدر دارید تشویق میکنید نیروهای فلسطینی و مدام در حال بنر زدن و جشن گرفتن و شیرینی پخش کردنید سکه تمام بهار آزادی که 28 تا 500 28 تومن 27 و 900 معامله میشد تا یه هفته پیش الان 31 میلیون تومنه روب سکه که همین سال گذشته در مثلا تایم مرداد و شهریور شما میتونستید با مبلغ نزدیک 5 میلیون تومن یه روبه سکه بخرید الان بالغ بر 11 میلیون و 400 500 تومن قیمتش شده تمام ارزهای خارجی قیمتش بالا رفته این نشون دهنده چیه این نشون دهنده تنزل بخشی به ارزش پول ملی ماست پس این نشون میده که این جنگی که صورت گرفته این حملاتی که داره چه از سمت حماس چه از سمت اسرائیل اتفاق میفته ارزش پول ما و اقتصاد ما رو فشل کرده این سکوشی شما که اصلا تعبیر درستی نیست و تعبیر اخلاقی و انسانی نیست مردم ایران رو داره بیچاره میکنه ما تا کی باید تحمل بکنیم این تفکرات بدوی و رادیکالیستی شما رو که در تلویزیون هم رسوخ کردید و با وجود اینکه مخاطبم ندارید و تمام نظرسنجی ها و همه نظراتی که در سامانه 162 روابطومی صدا و سیما هم داره درج میشه میگه که آقا جون شما در نازل ترین سطح مخاطب به سر میبره برنامه هاتون ولی چرا رئیس صدا و سیما از حضور شما داره استفاده میکنه چون تخصص سلاخی شده در فضای رسانه ی کشور چون تعهد و اون هم تعهد از مدلی که حضرات مایل هستند شده سرلوحه کار برنامه سازا یک آدمی که روز به روز داره منفورتر میشه در چهره مخاطب روز به روز هم داره بیشتر آنت... آنتن میگیره این زدیت شما با انسانها ها زدیت شما با آزادی و آزادگی زدیت شما با صلح و صفا چیه؟ آقای شهبازی و شهبازی ها فکر نکنید این نظریات و این تفکراتی که امروز آقای شهبازی ازش برخورداره یک پدیده نوظهوره از بعد از ورود بچه های امام صادقی و پایداری چی شکل گرفته ما نمونه های بسیار بسیار دوگمندیشانه تر این موضوع رو در اواخر دهه شهست و در روزنامه کیهان میدیدیم افرادی مثل خود آقای نصیری که مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کیهان بودن به شدت رفتارهای دکمی رو نسبت به روشنفکران زمانشون داشتن تمام شکلگیری ماجره قطعای زنجیرهی که دیگه از دهه هفتاد به بعد به بحران تبدیل شد در جامعه ایران برگرفته از همون تفکراتی بود که در روزنامه این حضرات داشت نش پیدا می کرد. و حالا اونها به نقطه ای رسیدن که در آستانه 60 سالگی و 65 سالگی متوجه شدن که نه اون آنچه که اینها دنبالش میکردن یا اون آرمان که اینها پیروش بودن تو زرد و تو خالی در اومده یا حداقل در قالب این سیستم امکان تحققش وجود نداره اینا موقعی که خودشون جوون بودن موقعی که خودشون امکانات داشتن با تفکرات خودشون با حذف نیروهای م... متخصص نیروهای متوحر رسانه‌ای بازخرید کردن بسیاری از نیروهای مثل محمد آقازاده که اینها رو وادار کردن عملا از تحریریه کیهان خارج بشن برای اینکه بیان یک تحریریه یکدست رو درست بکنن و شروع بکنن به حمله علیه روشنفکران و نتیجه و دستاوردشون در دهه هفتاد با کشتن و به قتل رسوندن روشنفکران توسط یک گروه خاصی در بخشهای اطلاعاتی کشور صورت گرفت و حالا اونا وقتی دارن شرایط زندگی بچهشون و نمیدونم نوشون بچه خواهرشون بچه برادرشون رو میبینن و زندگی خودشون بعد از چهل سال رو دارن مورد ارزیابی قرار میدن که از دل همه اون آرمان خواهی ها از دل اون ماجراجویی هایی که طی کردن به هیچی نرسیدن به هیچ کجا نرسیدن و حتی ترتم شدن حالا میان میشن نیروهای اپوزیسیون اشکالی نداره ما میگیم که آقا شما هر زمانی که سعی بکنید که همراه مردم بشید هم داستان مردم بشید یا اصلا به این نتیجه برسید که باورهای شما غلطه و تا به حال مسیر نادرستی رو طی کردید بخواید برگردید خط مردم استقبال میکنن ولی آنچه که امروز در شهبازی ها در تلویزیون ایران میبینیم از شهبازی ها میبینیم که انقدر رادیکالیستی برخورد میکنن حتی حاضر نیستن همکاران خودشون که پیشکسفتشون هستن متخصصتر از خودشون هستن رو در رسانه که دارن فعالیت میکنن بپذیرن مطمئن باشید همین آقای شهبازی سی سال دیگه 20 سال دیگه اگر خدا بهش عمر بده میاد میگه که آقا مردم منم دیگه به این نتیجه رسیدم که تالا اشتباه میکردم حق با شما بوده ولی به چه قیمتی ما تا کجا باید این سیکل ناکامی و این دور باطل رو طی بکنیم تا حضرات به این نتیجه برسن که اشتباه میکردن حالا برگشتن به خط اصلا دیگه شدن مخالف حکومت فعلی خب این یک پدیده است که اتفاقا میتونه مورد بررسی قرار بگیره این چه داستانی است که ما یک گروه افراطی رو در داخل حاکمیتمون سعی میکنیم که اینها رو رشد بدیم توسعه بدیم به تمام بخش حاکمیتی اینها رو نفوذ بدیم و بعد از این مدتی که اینا بازنشسته میشن میگن که خب آره ما به این نتیجه رسیدیم که تا به حال اشتباه میکردیم ما با شماییم ما همراه شماییم و مردم مدام باید تاپ بخورن از اینکه امروز از آقای ایکس بعدشون بیاد سی سال بعد آقای ایکس بیاد براشون نقش مارتین لوتر کینگ رو بازی کنه و مردم براش به به چهچه بکنن این مرداب این باطلاقی که برای جامعه ایران درست شده و به نظر من رسانه ها در شکلگیری این باطلاق نقش به سزایی دارن من اینجا منظور نظرم آقای نصیری نیست شما تصور نکنید من امروز اومدم آقای نصیری رو تخریب کنم میخوام بگم که این تیفی که امروز رسیده به شهبازی ها پایداری چیهایی که در رسانه صداسی ما دارن کار میکنن این اتفاق نوظهوری نیست پیشکسوتان اینها معلمان قدیمی اینها سالها پیش این مسیر رو طی کردن امروز حالا به هر دلیل یا خسته شدن یا همه اون ایده ها و تصوراتشون از نظام کنونی به هم ریخته یا دستاورت های نظام به اون صورتی نبوده که اینها مورد خاصشون بوده باشه یا شاید تخریب مذهب که از دل همین ناکارامدی ها و بیکفایتی ها و بیمسئولیتی ها صورت گرفته اونها رو ترسونده چون به حال همه اینها با از باورهای مذهبی برخوردار بودن و الان وقتی میبینن جامعه ایران تا اندازه نسبت به آنچه که مورد تایید حاکمیت هست نگاه بدبینانه ای پیدا کرده خب میان و نگرانیشون رو در قامت نقدها و انتقادهای سریعتر بیان میکنن منتها ما تا کی بعد منتظر باشیم ببینیم آقای شهبازی کی از خر میاد پایین کی تصمیم میگیره که شبیه اکثریت جامعه فکر بکنه و بعد یه گروه بیان بگن که آقا مهم الان الان ایشون حامی مردمه پس اون نسل هایی که پشت سر ایشون از بین رفتن چی پس اون استعداد هایی که پشت سر تفکرات و اندیشه های اینها سوختن بعد چی کار بکنن پس اون آدمایی که زندگیشون رو از دست دادن چون این آقایون و این حضرات نمیخواستن اونها در کنارشون فعالیت بکنن ارتزاق بکنن اینا و از تکلیفشون چی میشه مگه فقط یک عذرخواهی ساده است مگه فقط اینه که آقا من قبلا یه جور دیگه فکر میکردم الان یه مدل دیگه دارم فکر میکنم مثال دیگرش سید محمد حسینی است به خدا سید محمد حسینی همتون رو داره به تمسخر و استهزا میگیره و واسه من خیلی جالبه واسه من خیلی جالبه که الان ایشون طرفدارانی هم پیدا کرده و گمان میکنن با اندیشه های ایشون و صحبت هایی که میکنه میتونن آینده ایران رو بسازن و ایران رو تغییر بدن بیخود نبود اون عزیزی که سالها پیش میگفت شما اگه یک جارو رو هم بیارید و تبلیغش رو بکنید بعد از یه مدت میبینید که تعدادی از مردم عزیز ایران گرایش به اون جارو پیدا کردن ایشون در اوج شهرت رسانهش از ایران خارج میشه آقای محمد حسینی در اوج شهرت رسانهش و در دوره ای که بیشترین درآمد رو از تلویزیون داشت و بیشترین برنامه زنده تلویزیونی رو به محمد حسینی میدادن تمام خطوط قرمز رسانه ای رو آقای حسینی رد کرده بود از نوع پوشش از استایل آرایش موش بگیرید از دیالوگ هایی که در برنامه هاش به کار میبرد از موسیقی که اجرا کرد از اون حرکات موزونی که از خودش در می آورد همه اینها شکوندن و شکستن خطوط قرمز رسانه جمهوری اسلامی بود تا اون دوره و ثروت کلونی که آقای حسینی و برادرانشون در اون زمان در واسطه و در قالب فعالیت های که داشتن و البته بونگاه های که خارج از فضای صدا و سیما داشتن مدیریت میکردن جنگ ها همایش ها برنامه ها جشن ها عروسی ها رو ساپورت میکردن و اینها یک شرایط اقتصادی ایدئال و حتما عزیزانی که با رسانه کار کردن میدونن جمهوری اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به هر فردی آنتن زنده تلویزیون رو نمیده یعنی هر فردی که آمد و روی آنتن زنده تلویزیونی حاضر شد شما شک نکنید تردید نکنید که این فرد جد و آبادش مورد تایید سازمان صدا و سیما قرار گرفتن و کاملا همه چیز تحت کنترل بوده ایشون بعد از ایران رفت دوبی در دوبه سعی کرد که یک تلویزیون رو احداث بکنه کار بکنه حتی وقتی که از ایران داشت میرفت در آخرین حضورش که اجرای آخرین قسمت برنامه کل پشتی بود حالا پیش در فرزاد حسنی برنامه کل پشتی رو اجرا میکرد در آخرین قسمت فرزاد حسنی مهمان برنامه خودش شده بود که خب آقای حسینی هم به اون برنامه آمدن و اجرای اون برنامه رو بر عهده گرفتن و همونجا هم خدافیزی کردن گفتم من برای یک تایمی از ایران خواهم رفت ولی البته این نوید رو دادن که دوباره برگردن اگر کسی انقدر از صدا و سیما زخم خورده که دیگه حاضر نیست باش کار بکنه نمیاد تو آخرین برنامه شرکت بکنه بعد بگه مردم من مدتی ممکنه در تلویزیون نباشم کارهای دیگری دارم سفری دارم ولی امیدوارم مجددین امکان میسر بشه که بتونم بیام و باهاتون هم کلام و هم قدم بشن خب پس این نشون دهنده اینه که صدا و سیما با ایشون مشکلی نداشته حالا این حرفا که بعدن زده شد که آره من و صدا و سیما به مشکل خوریم تای تح... مدیریت شبکه آمد چنین گفت و چنان کرد و اینا همون کاظم احمدزاده که پارتنر ایشون در بسیاری از برنامه هاش بود چندین سفر به دبی داشته شما کدوم مجری رسانه ای رو دیدید که مثلا حالا تصمیم بگیره بره خارج از ایران کار بکنه یا اصلا فعالیتی دیگه در تلویزیون نداشته باشه این همه پیغام پسخان بفرستن که ایشون رو برگردونن ایران بتونه برنامه سازیش رو ادامه بده کیو دیدی؟ نکته دیگری که اینجا وجود داره برمیگرده به اینکه ایشون میگه بعد رفتیم ترکیه بعد از ترکیه دیپورتمون کردن رفتیم قبرس از قبرس دیپورت شدیم بین اینکه بریم اسرائیل و آمریکا مونده بودیم که حالا آره نهایتا سر از آمریکا در آوردیم بعدم فرزند و همسرشون به ایران برگشتن حالا به گفته خودشون جدا شدن و ایشون در برنامه شهرام همایون حضور پیدا کرد و گفتش که آره من دارم تمرین میکنم بتونم مثلا برنامه من که اصلا سیاسی نیستم از سیاستم هیچی سر در نمیاره ولی میخوام شوهای خودم رو ادامه بدم و اینا پس چی شد شما که خودت از آن داشتی و ادعا کردی که از سیاستی چی در نمیاری الان تبدیل شدی به رهبر ریستارت و شروع کردی گودرز و شقایق و همه چی رو به هم رفت دادن و از عرفان و نمیدونم دین و آین و سیاست و فلان و بهمان همه چی رو به هم قاطی کردی و من میدونم شما هدف چیه شما عملا به دنبال عقیم کردن بخشی از اپوزیسیون هستی یعنی وقتی شما میشی یک گوشه از رهبری اپوزیسیون به تعبیر خودت و همراهانت ریستارتی ها یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این اپوزیسیونه این, این با یه همچین دلغک های قراره بیاد شما رو آزاد بکنه پس منتظر آزادی به واسطه عملکرد این اپوزیسیون نباشید بنابراین ما با دو طیف اهالی رسانه طرف بودیم یک سری این دوستان چفیه به گردنه نمیدونم آنچنانی امام صادقی یه گروه دیگه هم که شاید در ظاهر با اینها فرق داشتن ولی در عمل اینها به دنبال تاثیرگذاری روی مخاطبینی هستند که از غذا بخششون ممکنه در آن سوی مرسا باشن و با تحمیق اونها با به سخره گرفتن عقاید اونها از احساساتشون از سادگیشون سوء استفاده بکنن و بعد به ریش همه مردم ایران بخندن و بعد گروه های پوزیسیون بگن آقا مردم ایران اصلا ما بعد شما میخواید برید مثلا با اینا ایران رو آزاد کنید سید محمد حسینی میخواد بیاد برای شما آزادی به هر مقام بیاره میدونید یعنی میان جایگاه و سطح اپوزیسیون رو تنزل میبخشن به یک سیرک تبدیل میکنن اپوزیسیون رو و بعد به این واسطه میان میکوبن تمام انتقاط که من به اپوزیسیون داشتم به دلیل این بود که احساس میکنم داره در این دام میفته و اگر من انتقادی به اپوزیسیون کردم به دلیل این بود که گفتم آقا حواستون رو جمع کنید گول هر کسی رو نخورید درگیر هر ماجرای خودتون رو نکنید به هر سفری نرید هر موزگیری سیاسی رو مطابق با رسانه ها و جریان رسانه ای که بوجهش رو داره کشور دیگری تعمیم میکنه اتخاذ نکنید اگر حرف بدی زدم شما بگید که حرف بدی زدی اگر حرف ناسباب و نادرستی دارم میزنم بگید حرف ناسباب و نادرستی امروز روز ببینید صدا سیمای جمهوری اسلامی از قبل سوتی ها و گاف هایی که رسانه های اپوزیسیون میدن چقدر داره واسه خودش تولید محتوا میکنه چگونه داره همه رو به سخره میگیره آدم های خطرناکی اومدن جلوی دوربین های تلویزیونی قرار گرفتن که اینها اصلا تفکرشون انسان ستیزان است من کاری ندارم من به عنوان یک انسان نه به عنوان یک ایرانی نه به عنوان یک فردی که حالا یک عقیده مذهبی خاصی ممکنه داشته باشم یا نداشته باشم به خودم مربوطه اصلا به عنوان یک انسان وقتی من میبینم یک پیرزن گرفتار شده حالا میخواد عرب باشه فلسطینی باشه اسرائیلی باشه آلمانی و آمریکایی باشه من یک انسان اون لحظه دارم میبینم که مورد تهدید مورد آزار قرار گرفته کما اینکه های زیادی ساختم و از هایی که نسبت به اسرائیلی ها صورت گر... نسبت به فلسطینی ها صورت گرفتم صحبت کردم ما مردم خاورمیانه مردم جنگ گریزی شدیم به دلیل اینکه هیچ نتیجه مثبتی رو از جنگ های طولانی مدتی که شاید بگم چند صد که در این منطقه داره اتفاق میفته ندیدیم و هیچ منافع ملی هم در دل این جنگ ها نیست اقتصاد فشل یک مملکت که تحریم های همه جانبه ناکارآمدی ها بی ها نابودش کرده با بروز یک حادثه این چنینی بیش از پیش در معرض تهدید و فروپاشی قرار میگیره من الان نگرانی وقتی که دارم این صحنه های جنگ و خونریزی و حملات این سو به آن سو یا پاسخ های آن سو به این سو رو میبینم من به دنبال اینم که الان اون فردی که کارمند عادی داره با حقوق مثلا مای 8 میلیون وزارت کاری کار میکنه و زندگیشو میگذرونه با افزایش قیمت دلار که حتما تاثیر میگذاره روی اقلام خوراکی و زندگی مردم این میخواد پس فرده چجوری تامین هزینه بکنه ولی توی که تو رسانه نشستی آقای شهبازی یا آقای حسینی که اون آب مردم رو مشنگ فرض کردید شما به دنبال منافع سیاسی گروه ها و جناهایی هستید که ازش برآمدید شما برای مردم برنامه نمیسازید آقای شهبازی شمایی که میای میگی سکشی سک آغاز شد به به با خودت فکر کردی که جامعه ایران مردم ایران که به حال تحت یک سیستم اقتصادی پر از مشکل و چالش هستن و دارن زندگیشون رو میکنن چگونه میخوان از پس گرونی های مضاعف و افزایش تورم و مسائل اینچنینی بر بیان اینا دیگه اتفاقات طبیعی است من فکر میکنم که اگر ما حداقل انسان باشیم انسانیت داشته باشیم که من آدم باشم رو دو تا پام وایسم و بتونم حرف بزنم این به معنی انسان بودن و انسانیت داشتن ما نیست هر کسی هر گروهی هر جریانی هر رسانه‌ای که به هر نحوی جنگ رو توجیح بکنه چه اونایی که جنگ رو به این صورت توجیح میکنن که اسرائیلیا توپ و گلوله بریزن سر فلسطینیات یا این تروریست های فلسطینی رو از بین ببرن چه اونایی که میگن آقا نمیدونم الان موشک و بمب و خمپاره بندازیم تو اسرائیل که مردمش رو از بین ببریم و که به پیروزی رسیده باشیم اینا به اعتقاد من یا سیاست نمیفهمن یا انسانیت حالیشون نیست یا منافعشون رو میزنن تو خونه انسانهای دیگه و میخورن عزیزان انسان بودن کار سختی نیست انسانیت داشتن واقعا سخت نیست مگر به فطرت خودمون رجوع بکنیم اتفاقا اصلا سخت نیست که انسانیت داشته باشیم متا ما به قرایز خودمون رجوع میکنیم ما منافع, منافع خودمون رو میبینیم سود شخصی و گروهی و جناحی و سیاسی خودمون رو داریم میبینیم حتی منافع ملی رو در نظر نمیگیریم یعنی <تصحنت> ما برحال داریم در یک واقعیت تلخ در یک حقیقت تلخ داریم زندگی میکنیم منم خیلی دوست دارم خیلی از دوستان میگن شما چرا دیگه راجب هنرمندان صحبت نمی کنی. من خیلی دوست دارم برنامه های عادی خودم رو داشته باشم بشینم زندگی نامه این هنرمند رو براتون ورق بزنم راجب اون ورزشکار باتون صحبت بکنم چهره های سرشناس و مشهور رو بیایم با همدیگه راجبشون گپ بزنیم ولی شرایط الان چنین شرایطی نیست ما باید سعی بکنیم که آگاهی بدیم و آگاهی جذب بکنیم یه دوستی امروز از من پرسید میتونم ازتون سوال بکنم که شما گرایش سیاسیتون چیه من یه پاسخ کوتاه به ایشون دادم گفتم من آزادی آگاهی طلب هستم چون شما اگر آگاهی داشته باشید دیگه فرقی نمیکنه چه سیستمی بر سر حکومت میکنه اگر شما مبتنی بر آگاهی اقلانیت و منافع ملی گام برداری چه سیستم سلطنتی باشه چه مشروطه باشه چه جمهوری باشه چه هر سیستم سیاسی دیگری باشه قطعا شما با آگاهی اقلانیت و رعایت منافع ملی گام رو به جلو برمیداری و اگر صرفا شما محدود باشی به اینکه آقا سیستم سلطنتی خوبه سیستم جمهوری خوبه پادشاهی پارلمانی خوبه نمیدونم سلطنت مطلق خوبه و و و گروه هایی که میانو میرن بله شما اگه صرفا ساختار برات مهم باشه مطمئن باش تو هر ساختاری با تفکری که امروزه ما در کشورمون میبینیم و متاسفانه در بخشهایی از جامعه هم رسوخ پیدا کرده ما به موفقیت نمیرسیم این رهبرها نیستن که یک جامعه رو میسازن این مردمن که حکومت هاشون رو خلق میکنن و حکومت ها چه بخوایم چه نخوایم زائده تفکر و اندیشه مردمشون هستن ما اگر حکومتی که بر سر کار هست و داره بر ما حکومت میکنه و مدیریت کشور رو بر عهده داره فشله یعنی بخشی از جامعه ایران هم فشله ما نباید خودمون رو کنار بگذاریم اشتباهاتی که خود ما در طی سالیانه متمادی داشتیم چقدر بوده جاهایی که اومدیم بی خود و بی جهت اعتماد کردیم جاهایی که نباید اعتماد میکردیم اعتماد کردیم جاهایی که بعد اعتماد میکردیم اعتماد نکردیم جاهایی که بعد اقدام مثبتی رو انجام میدادیم ندادیم آدمهای نادرستی رو انتخاب کردیم برای مسئولیت ها خب ما هم اینجا مسئولیت داریم و بعد مسئولیت ناکامی هامون رو هم بپذیریم ما نمیتونیم بگیم نه آقا اینا بدن اونا خوبه خب اینا از کجا اومدن شما ریختید کف خیابون یه نسل دو نسل قبل ما ریخت کف خیابون اینا رو اوورد دیگه آمریکا و انگلیس که نمیرفتن در خونه مردم رو بزنن بگن تو رو خدا بیاید کف خیابون بالاخره یک جمعیتی اومد تو خیابون دیگه جمعیتی کمی هم نبود اونایی هم که میگن آقا ما نبودیم جالبه الان به هر کسی میرسی به ویژه اونایی که قدیمی تر بودن و اون دوره میتونستن تجربه چنین فعالیتهایی رو داشته باشن میگن آقا ما که نبودیم ما اصلا دخل و تصرفی نداشتیم میگیم آقا پس اون یک میلیون و پونصد هزار نفری که روز دوازده بهمن اومدن تو خیابون کیا بودن اینا از کجا اومده بودن نه آقا ما که از اول شاه دوست بودیم پس چرا 98.9 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن در 12 فر فروردین 58 نه عزیزم بودین خوبم بودین و از تیف های مختلف هم حضور داشتین حالا اینکه 6 ماه بعد یکی 6 ماه بعد متنبه شده یکی یه سال بعد یکی ده سال بعد اون بحث دیگری است اینکه شما الان پشیمون شدید چیکار کردی اون یه داستان دیگه ایه. ولی مسئولیت اون انتخاب غلط و اون پدیده هایی که پشت سر هم در طی سالیان سپری شد و جامعه ما رو روز به روز کوچکتر و آسیب دیده تر کرد رو نمیتونیم نادیده بگیریم امروزه الان بد اخلاقی ها خیانت ها این،, این که دیگه الان مقصر شما نمیتونید بگید که مثلا وزیر ارشاد باعث شده مردم به هم خیانت کنن وقتی دو نفر توی کانون خونواده نمیتونن همدیگر رو ساپورت بکنن یا تعهدات خودشون رو نسبت به همدیگه اجرا بکنن خب شما انتظار دارید که مسئولینتون متحد باشن نسبت به شما چون مسئولین شما برگرفته از همون تفکرات خود شما هستن اینکه شما میگم منظور خود ما همه ما شما اگر خودت انسان متعهدی در یک رابطه مثلا عاطفی خودت نباشی چگونه میخوای انتظار داشته باشی که مثلا وزیر مملکت بیاد به شما متعهد باشه که اصلا تو ممکنه به شخصه هم نشناسه و تو براش یه آدم غریبه محسوب میشی بنابراین ما باید سعی بکنیم که آگاهی خودمون رو ارتقا بدیم در زمینه های مختلف چه در زمینه های سیاسی چه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی دونستن این فاکتورهایی که من حالا خودم با علم اندک خودم که از همه تونم جوانتر و کم تجربه و خامتر هستم سعی میکنم به اندازه خودم در شعن کانال خودم بیام و یک مباحثی رو مطرح بکنم در اصل میشه گفت بلند بلند فکر بکنم و شما هم حتما نظراتی دارید که ممکنه بعضی از این نظرات با من همسو باشه بعضی از این نظرات هم مخالفه. تصورات و تفکرات من باشه هیچ ایرادی هم نداره ولی اجازه بدین راجع به مسائل بیشتر صحبت بکنیم ام... همین الان شما برید کانال های یوتیوب رو نگاه کنید من خودم رو نمیگم و من نمیگم الان برنامه های من خیلی برنامه های ارزشمند و فاخریه برید افراد دیگری که حالا تحلیلگر سیاسی هستند یا کارشناس مسائل هستند را یا راجع به دقدقه های روز صحبت میکنند رو کانالاشون رو ببینید دیگه طرف خیلی طرفدار داشته باشه خیلی دوستش داشته باشن هفتاد هزار هشتاد هزار پنجا هزار نهایتا صد هزار نفر برنامه رو دنبال بکن حالا تکوتو که یه ذره بالاتر یه ذره پایین دار. ولی شما الان ببینید دو تا جوون بیان جلوی دوربین شیشکی ببندند یا نمیدونم شلوارشون از پاشون بکشن پایین یا رو, هم رو کله همدیگه مثلا آب بریزن یهو میبینید 300 هزار نفر بیننده داشته بسیاری از یوتیوبرهای جوان ما که البته حتما قریحه و استعداد لازم رو داشتن که تونستن به این میزان مخاطب برسن امروزه دارن تو پنت هاف زندگی میکنن بهترین ماشینا زیر پاشونه و اینا شاید سواد خوندن و نوشتن هم نداشته باشن ولی ببینید چقدر مخاطب داشتن و دارن چرا چون مردم ما اصلا برای آگاهی خودشون حاضر نیستن وقت بگذارن مردم ما میخوان بخندن میخوان شاد باشن مردم ما میخوان ببینن الان تو خونه اون بلاگره سرخ کنش مارک و برندش چیه یا مثلا این یکی چجوری سطل آب رو سر اون خالی میکنه واکنش اون نسبت به خالی شدن سطل آب رو سرش چی هست این برای مردم جذابیت داره بابت این میشینن وقت میذارن 500 هزار تا 300 هزار تا 400 هزار تا ویو میگیرن خب وقتی ما با چنین جامعه مواجهیم حالا شما بیاد بگید نه به نظر من پادشاهی پارلمانی خوبه یکی بیاد بگه آقا من سلطنت مشروطه رو میپسندم یکی بیاد بگه نه آقا جا... بعد جمهوری مثلا حاکم بشه بر ما با این تفکر چه فرقی میکنه کی بیاد وقتی ما خودمون فشلیم چگونه میخوایم انتظار داشته باشیم سیستمی که میخواد مدیریت کشورمون رو عهده بگیره که باید از دل همین جامعه همین آدم ها رو انتخاب کنه بهشون مسئولیت بده اون سیستم فشل نباشه حتی من میگم این که الان امروز شهبازی ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن و آنتن دارن این محصول رفتار ماست این محصول رفتار ماست که واکنشش میشه این اتفاقاتی که در جامعه میبینیم آقای شهبازی، آقای حسینی، آقای ایکس، آقای ایگرک پس بنابراین آگاهی 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 هم یک فراینده ما تا زمانی که به این آگاهی نرسیم شما اگر میلیون ها نفرم بیان توی خیابون ها اعتراض بکنن برای شما نتیجه جذابی نخواهد داشت چون این میلیون ها نفر انگار دارن یک استبدادی رو بین خودشون دست به دست میکنن تا زمانی که ما بلد نباشیم با هم تعامل بکنیم تا زمانی که تفکرات و اندیشه های ضد خودمون رو مزدور و جاسوس و خائن و چه و چه بنامیم و حاضر نباشیم نظر مخالف رو بشنویم بنابراین فرقی هم نمیکنه کی بر ما حکومت کنه چون با همون تصورات و توهمات ما اون هم میاد قدرت رو به دست میگیره و بر طبق همون رویه ی رفتاری ما اون هم رفتار خواهد کرد با مردمش این نکاتی بود که دلم میخواست حتما با اتون مطرح بکنم امیدوارم که برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه عزیزانی که مایل هستن از کانال حمایت بکنن دونیت بگذارن به ویژه هموطنان عزیز خارج از کشور ما میتونن از طریق گزینه سوپر این کار رو انجام بدن این میتونه یک انرژی مضافی به من باشه برای اینکه بتونم برنامه های مناسبتر و بهتری رو برای شما عزیزان اجرا بکنم و بهتون ارائه بدم امروز هم به یه مقدار فکر میکنم لوکیشن باز تغییر کرده اتاق منه پشت سرم رو میبینید در یه مقدار عقبتر یک تخته که حالا تخته رو فکر میکنم شما بخش اعظمش رو نبینید کتاب از کتاب خونم در این قسمته که خب احتمالا دارید میبینید و پردهی که نصب شده در هر صورت خیلی خوشحال شدم باتون صحبت کردم امیدوارم بهترین ها پیش روی همه مردم عزیز ایران باشه با لایک ها کامنت ها سابسکرایب و اظهار نظرتون حتما به ام انرژی بدین خدا نگهدار تک تکتون